شهروندان ایران نگران از پیامدهای محدود کننده طرح صیانت، میگویند 18 نماینده مجلس برای 80 میلیون ایرانی مخالف و معترض تصمیم میگیرند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس که محدود کننده دسترسی ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی است و جنبه مجرمانه نیز برای آنان در پی دارد، بار دیگر با سیل عظیم اعتراض و انتقادهای افکار عمومی مواجه شده است. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به اقدام 18 نماینده مجلس در تصویب طرح صیانت، خبر دادند که معاون قوانین مجلس آن را ابطال کرده است. بهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه تأکید کرده بود که رأی‌گیری برای طرح موسوم به صیانت علاوه بر نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، برای متنی متفاوت از طرح بارگذاری شده در سامانه قوانین انجام شده و به همین دلیل باطل است. در مقابل رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت، انتشار خبر ابطال مصوبه این کمیسیون را یک شوخی بیمزه خواند و رسانه‌ها را به شیطنت و خباثت رسانه‌ای متهم کرد. آیا طرح صیانت در مجلس ایران تصویب شده یا آنطور که رسانه‌های داخلی می‌گویند ابطال شده است؟ دلیل مخالفت‌ها با تصویب طرح صیانت چیست و چرا با وجود محدودیت‌هایی که شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تعیین کرده‌اند، مجلس همچنان اصرار به تصویب طرحی جداگانه دارد؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان، در میان می‌گذاریم. آقای مهرابی، طرح صیانت الان در چه وضعیتیه؟ رسانه‌های ایران میگن طرح ابطال شده، اما از نامه معاونت قوانین مجلس نمیشه چنین استنباطی کرد. ماجرا چیه؟ هرچند که معاونت قوانین مجلس رأی‌گیری رو غیرقانونی خوانده، اما این نامه الزام حقوقی برای کمیسیون نداره، مگر اینکه هیئت رئیسه مجلس در این باره تصمیم بگیره و اعلام بکنه که نظر معاونت قوانین درست هست و باید جلسه کمیسیون دوباره برگزار بشه و دوباره رأی‌گیری بشه. و تا زمانی که این اتفاقات نیفته، عملاً مصوبه کمیسیون سر جای خودش هست و به هر حال قبلا مجلس هم به کمیسیون اختیار تصمیم گیری در این باره رو داده و ممکنه که کمیسیون وارد جزئیات هم بشه و جزئیات رو هم تصویب بکنه. برای همین تا زمانی که هیئت رئیسه مجلس در این باره تصمیمی نگرفته، مصوبه کمیسیون سر جای خودش هست. اون چیزی که معاون قوانین مجلس گفته بیش از یک تذکر قانونی یا ارزش دیگری داره آقای مهرابی؟ منظورم اینه که حرفای پورسید الان چه اندازه معتبره؟ به هر حال به لحاظ حقوقی این صحبت درست هست، هرچند که در خود آیین‌نامه مجلس هم در این باره یک سری ابهامات وجود داره، چون تکلیف اون قوانینی که در صحن علنی مجلس تصویب میشن مشخص هست، ولی اینجا طرح به کمیسیون ارسال شده که کمیسیون ویژه هست و مجلس به اون کمیسیون اختیار داده که در این باره تصمیم گیری کنه. در جلسات علنی مجلس معمولا گزارش های کمیسیون ها درباره رد یا تصویب یک طرح و لایحه تصویب میشه و مجلس بر اساس اون گزارش ها تصمیم میگیره و قبل از اینکه گزارش کمیسیون هم به صحن برسه، خود کمیسیون جلسه میذاره و پیشنهادهای مختلف رو بررسی میکنه و در نهایت به تصمیم میرسه. اینجا چون به هر حال یک کمیسیونی بوده و از طرفی پیشنهادهای توسط مقامات دولت مطرح شده و همینطور طرح اولیه نمایندگان مجلس هم بوده و کمیسیون در نهایت اون پیشنهادات دولت رو وارد طرح نمایندگان کرده، یک سری ابهامات حقوقی به وجود اومده که به هر حال مشخص نیست که الان این مصوبه نهایی بر چه اساسی بوده. از سوی دیگه معمولا کمیسیون ها برای خودشون یک سری آیین‌نامه ها تصویب میکنن که خب این آیین‌نامه ها هم میشه گفت که به لحاظ کلی با اون ساختار قانونگذاری تناقض داره، چون که عملا یک بار حق تصمیم گیری به کمیسیون تفویض میشه و از طرفی دوباره خود کمیسیون ممکنه یک آیین‌نامه تصویب بکنه که مغایر با آیین‌نامه مجلس باشه. برای همین این ابهامات حقوقی وجود داره، ولی باید هیئت رئیسه در این باره تصمیم بگیره و معاونت قوانین به صورت مستقیم نمیتونه که کمیسیون رو وادار به این تصمیم بکنه. سوالی که اینجا پیش میاد این آقای مهرابی که در صورت مخالفت نمایندگان مجلس تغییری آیا در طرح صیانت داده خواهد شد؟
اصلاح طرح فعلی یا تهیه طرح جدید اساساً چه روندی داره؟ نمایندگان مجلس باید در این باره یک طرح تهیه بکنن و به هیئت رئیسه اعلام بکنن، مثلا درخواست بکنن که بررسی این طرح در کمیسیون نیجه متوقف بشه، یا اصلا درخواست بکنن که کلیات این بررسی این طرح به صورت کلی متوقف بشه و طرح از دستور کار مجلس خارج بشه. این یک روند قانونی هست. اون چیزی که تاکنون نمایندگان مجلس مطرح کردن تنها اظهار نظر سیاسی بوده و جنبه حقوقی نداره، یا بحثی که مثلا مطرح شده که 130 نماینده مجلس در نامه‌ای با این موضوع مخالفت کردن، تا زمانی که جنبه حقوقی و اجرایی نگیره اعتبار نداره. اون نمایندگان مجلس اگر واقعا 130 نماینده مجلس مخالف هستن، باید یک طرحی رو به مجلس بدن و سریع اعلام وصول بشه و این طرح کلا از دستور کار خارج بشه. ولی این اتفاق در روز چهارشنبه هنوز نیفتاده و نشون میده که به هر حال اون نمایندگان مخالف هم به نوعی دارن سبک سنگین میکنن، چون که از جهتی اونها به دلیل انتخابات آینده مجلس تمایل ندارن که رأیشون در حوزه انتخابی کاهش پیدا بکنه. از سوی دیگه به نوعی میدونن که محدودیت اینترنت یک تصمیم اساسی در ساختار جمهوری اسلامی است و ممکنه که مثلا اگر خیلی شدید با این موضوع مخالفت بکنن، توسط شورای نگهبان رد شن یا نهادهای مانند بسیج یا سپاه پاسداران در حوزه انتخابی علیهشون اقدام بکنن. برای همین نمایندگان مجلس هنوز میشه گفت که محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد میکنن و تصمیم اساسی نگرفتن. اگر تصمیم اساسی و جدی داشتن و به خصوص هیئت رئیسه مجلس تصمیم جدی در این باره داشت، میتونست همین امروز اون لایحه را به نوعی طرح را اعلام وصول بکنه، چون که به هر حال جلسه کمیسیون هم به صورت خیلی فوری و در شرایط خاص برگزار شد. آقای مهرابی، به عقیده شما بر اساس حرفهایی که زده میشه وضعیت طرح صیانت به کجا خواهد کشید؟ فعلا اراده هیئت رئیسه مجلس در این باره مشخص نیست. یعنی کمیسیون ویژه به هر حال میشه گفت که یک اراده فوری برای تصویب این طرح داشته و با وجود اینکه در دوره بررسی بودجه هست، این جلسه رو تشکیل داده و این طرح رو تصویب کرده، در حالی که معمولا در دوره بودجه هیچ دستور کاری کمیسیون ها ندارن و همه دستور کارهاشون معطوف به موضوع بودجه میشه. از این جهت کار پیچیده شده، چون نمایندگان هم الان اگر بخوان طرحی بدن، به هر حال با موضوع بودجه میتونه تلاقی پیدا بکنه و وضعیت کار رو سخت‌تر میکنه. الان اتفاقی که باید بیفته اینه که فعلا هیئت رئیسه مجلس تعیین تکلیف بکنه درباره مصوبه کمیسیون تا بعد اتفاقات بعدی بیفته، و فعلا تا موقعی که اتفاق جدی نیفته نشون میده که اراده فعلا بر تصویب این طرح است. در بدنه نظام هم با طرح صیانت مخالفت شده. موضوع این مخالفت ها یا انتقاد ها چیه آقای مهرابی؟ به هر حال مخالفت ها شکل های مختلفی داره. یعنی یک گروه هستن که معتقدن اگر این طرح تصویب بشه یا محدودیت ها به اینستاگرام یا شبکه های اینچنینی بیشتر بشه، باعث میشه گروهی که از این شبکه ها کسب درآمد میکنن به طبقه ناراضیان بپیوندن و عملا برای خود جمهوری اسلامی تبعات زیادی خواهد داشت. گروهی اما به نوعی معتقدن که وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی میتونه تهدید برای جمهوری اسلامی باشه و مثلا اگر اعتراضاتی مثل اعتراضات آبان ماه رخ بده، دولت میتونه اینترنت رو در اون زمان ببنده و نیازی نیست که مثلا به صورت دائمی محدودیت اینترنت در ایران وجود داشته باشه. شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه‌های اجتماعی مصوبه داره، همونطور که شما بهش اشاره کردید. دولت هم برای کنترل این فضا برنامه‌های خودش رو دنبال کرده. فرض بگیریم آقای مهرابی که طرح صیانت به کل لغو بشه، این آیا به معنی رفع محدودیته؟ این به معنی رفع محدودیت نیست، چون شورای عالی فضای مجازی مثلا مصوباتی داشته که دولت میتونه ترافیک اینترنت یک سری از شبکه‌های اجتماعی رو کاهش بده و خب در این زمینه دست دولت بازه. و سیاست کلی جمهوری اسلامی هم به هر حال از در 10 سال گذشته این بوده که برای موضوع اینترنت یک فکر اساسی بکنه. ولی تصویب این طرح به هر حال شرایط رو تا حدودی سخت‌تر می‌کنه و مثلا اگر در دوره دولت ها
هم تمایل نداشته باشن که محدودیت ایجاد بکنن برای اینترنت، به نوعی به اونها تکلیف قانونی میشه و موظفن که این محدودیت ها را اجرا بکنن. برای همین عملا این طرح در واقع به معنای محدودیت بیشتر اینترنت خواهد بود و تصیب اون شرایط را برای اینترنت خیلی سخت‌تر میکنه، ولی تصیب نشدن اون هم به این معنا نیست که محدودیت ها برای اینترنت پایان پیدا میکنه. آقای مهرابی، با وجود محدودیت هایی که شما اشاره کردید، یعنی در اصل به این اشاره کردید که فقط محدودیت ایجاد میکنه، میخوام بپرسم چه اصراری به تصویب طرح صیانت در مجلسه؟ به جز ایجاد محدودیت چه اهداف دیگری از تصویب طرح صیانت دنبال میشه؟ به هر حال نمایندگان مجلس یا حالا گروهایی که حامی این موضوع هستن معتقدن که با وضعیت فعلی اینترنت نمیشه شرایط در کشور رو کنترل کرد. نگرانی اونها از اینترنت جنبه‌های مختلفی داره. یکیش موضوعات امنیتی هست، بخشش اما گسترده‌تر هست و اونا معتقدن که شبکه‌های اجتماعی سبک زندگی رو در جامعه تغییر میدن و این تغییر میتونه به مرور به تغییرات اساسی در جامعه هم منجر بشه. برای همین تلاش میکنن که به هر حال موضوع اینترنت محدودتر بشه. در سالهای اخیر رقابت‌های اقتصادی هم وارد این موضوع شده، یعنی به هر حال اونها وقتی مدل چین یا مدل روسیه رو نگاه میکنن احساس میکنن که اینترنت میتونه یک روش درآمدزایی برای گروه‌های خاصی در ایران هم در نهادهای خود جمهوری اسلامی هم باشه و بحثایی که درباره پیام‌رسان‌های بومی یا بحثای این چنینی مطرح شده به هر حال نشون میده که اونها میخوان این زمینه درآمدزایی اینترنت هم محدود به خودشون باشه و خودشون از اینترنت درآمدزایی بکنن، نه شبکه‌های اجتماعی خارجی، و به هر حال این موضوع هم یکی از دلایل هست. از سوی دیگه این موضوع حالا حملات سایبری یا بحث‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگه انجام میده، شاید این موضوع رو براشون به وجود آورده که مثلا اگر بتونن شبکه‌های اجتماعی خارجی رو محدود بکنن یا نمونه‌های داخلی بسازن، بعد از اون نمونه‌های داخلی میتونن توی کشورهای منطقه یا کشورهای دیگه هم به هر حال تبلیغش بکنن و از این طریق هم تاثیرگذاری سیاسی داشته باشن بر کشورهای دیگه. بسیار سپاسگزارم از شما. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین، آلمان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.